السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لتهدي الناس إلى صراط العزيز الحميد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم. برادرای عزیز، ما و شما در درسای گذشته به این نکات رسیده بودیم که این کائناتی که ما در روز زندگی میکنیم پوچ آفریده نشده، بلکه ذات قادر، علیم، توانمند و مرید به ارادیش این نظام را آفریده. و بعد از آفرینش از این نظام، باز هم اختیارات این نظام را به دست این و آن نداده. این نظام زیر قیمومیت و کنترل الله جل جلاله قرار دارد. آنچه که الله بخواهد می شود و آنچه که ما می خواهیم غالبا نمی شود، در صورتی که متضاد با اراده الله جل جلاله باشد. دوم، ما محتاج هستیم به الله جل جلاله و راه تقرب را باید جستجو بکنیم. و الله که همه احتیاجات ما و شما را در این دنیا تثبیت کرده و قرار داده، بزرگترین احتیاج ما و ما راه و رسم است که توسط از راه و طریقه به الله جل جلاله نزدیک شویم. او طریقه جز طریقه پیغمبران علیهم السلام طریقه دومی نیست. الله جل جلاله امو طریقه پیغمبر را هم نصیب ما شما گردانید و به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله لله الحمد به این هدایت هم دست یافتیم. ولی این کلمه از پیش ما چند چیز را می خواهد این کلمه که اول امی کلمه را بشناسیم، به تعبیر دوم امی راهی که ما می رویم امی را بلد باید باشه. یک وجیبه ما شماست. بناهن از یک تعبیر اگر تقسیمات بکنیم مواصفات یک مسلمان دا، اولین صفت یک مسلمان فهمش راجع به دینش است. مسلمانی که دین خود را نشناسد غالبا از پیش خلط می شود. چیزی که دین نیست او را باز دین می گوید و چیزی که دین است غالبا او را کنار میگذارد. از این خاطر الله جل جلاله در قرآن کریم امی موضوع است به شما میگیرد که فعلم انه لا اله الا الله، پس بدان که نیست معبود بر حق جز الله جل جلاله. و رابطه به امی نکته است که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. مجده کامیابی را ای پیغمبر با او انسان بده، با او مؤمن بده که به هر سخن گوش میدهد، بعد از خوبترینش در روشنی شریعت میپذیرد. اینی گروهی هستند که الله اونا را هدایت کرد. واولئك هم اولو الالباب، و همین مردم صاحبان عقل خالص هستند. الباب جمع لب است، لب خالص شی را میگه، چیزی دیگر امرش گرد نشده باشد. پس مسلمان راستگو و اولین صفت یک مسلمان امیست که خودش به دینش بلد باشد. خدا نخواسته امون قصه کدام کسی که کدام اون دور را لد کرده بود و چپش کرده بود و گفته که بخوان لا اله الا الله را، بخوان کلمه تا، بازو گفته بود که خود برم تعلیم بده، بازو گفت متاسفانه که خودم یاد ندارم. ایتو نشه که ما دینم میگم، چی میخوای دین میخوایم؟ چرا جنگ میکنی؟ به خاطر دین جنگ میکنم. چی قغال مغال شروع کردی؟ به خاطر حکومت اسلامی، به خاطر تطبیق دین. ولی این دین ما و شما را از خود دور بکند. دین ما را باید بگه که در تو در کجا دین است که تو دین میخوای.
این یک مشکل بزرگی است که فعلا ما در افغانستان هم برمی‌داریم. و جهاد قبلی ما هم یک ضربه‌ای که خورد از همین طریق بود. دین هم می‌خواستیم، خودی نبلد نبودیم. بنام دین کارایی کردم که تعجب آور است. یکی از دوستان ما گفتم تقریبا 11 نفر معلمین بود. او را از مکتب گرفتن در اول جهاد. باز ارزازدش کاشت. اونا میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. خدا شاید از کسی قبولش نمیکرد. او میگه من مسلمان هستم و اینا را به قتل رسانید. بعد کشتش خو کشتش. به عمد الهش کردن، باز حیوانات او را خوردن. سگا دیوانه شد. یک جنجال پیدا شد. این کلش نافهمی دین ماست. ما به اساس نافهمی دین ایتو کردیم که این خانه شخصی خودم است. دلم است که کسی را میمانم و دلم است که کسی را بیرون میکنم. ما اصلا مکلفیت خود را رابجه به دین نشناختیم که مکلفیت ما دعوت به دین است. نه فرار کردن از دین، نه خارج کردن از دین، این مکلفیت ما نیست، بلکه مسئولیت ما آوردن مردم در دین است. حالا شما ببینید که با این خصوصیت که پیغمبران خدا علیهم السلام چقدر زیبا می فرماید این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من نمیخوام مگر اصلاح شما را، ما نو نمیسازیم بلکه آن چی که است او را میخوام اصلاح بکنم. پس اول صفت یک مسلمان نیست که امی وجهه دین خود را بشناسد. دین اسلام دین است که در دعوت است، در جهاد است، به خاطر اصلاح، به خاطر نابود کردن نیست، به خاطر اثر تعمیر کردن نیست، بلکه آن چی که است او را میخواه اصلاح بکند، در او ترمیم بیارد، او را جور بکند و استقامت بدهد. این مکلفیت ماست. حالا که ما اینی مکلفیت خود را دیروز هم نمیفهمیدیم، متاسفانه امروز هم تا جایی که من میبینم در این مشکل داریم. ما یادم میاد که یک نفر مهاجر میشد، باز فقط تو میگی آسمان سر ما ششته، زور ما را میداد که چرا مهاجر شده. باز نام سرش میمانیم، این سکر بیست است، این سکر چل است، این ما را سرش میمانیم، توهینش میکنیم. حالا که دین به ما اجازه را نداده بود، دین به ما ای را گفته که آقایش تا خلاص بکو و برش بگو خوش آمدی، خداوند متعال در هدایتت بیفزاید. دین به ما ای را گفته بود. حالا هم این نکته است، ما این مشکل داریم، هم در بعد مذهبی خود داریم، هم در عموما مسائل دین خود داریم. در مذهب ما یک چند تا تیکه‌دارا هستن، تیکه‌دارا. این تیکه‌دارا که هستن خوشش باید که کسی را از مذهب میکشد و کسی را میماند. فقط تو میگه قاضی ها این میاستن و دان دروازه مذهب اینا گرفت هر چی که خواسته باشه اون رو بکنند. این بیدانشی یک انسان است. کسی که نمیداند به هویت یک شی این رقم قضاوت ها میکند و یک شی که از عام است، یک شی که از الله هست و آن چی که عام است از الله هست و آن چی که از الله هست عام است. از این خاطر قرآن کریم شما ببینید که در رابطه با کعبه مکرمه میفرماید که ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه که به مردم گذاشته شده او خانه کعبه است. از طرف دیگر من بیت الله خانه خدا، بنا این دین از خدا است. از طرف تعبیر دیگر از عام مردم است. ما شما این حق نداریم که یکی را بانیم دیگر را بکشیم، یکی را در بالا قرار بدیم دیگر را خارج بکنیم، بلکه مکلفیت ما ایست که دیگر را به دین دعوت بکنیم. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و مبارک وقتی خیبر فتح محاصره شد، پیغمبر علیه السلام فرمود که صبح ما ای لیواره و بیرق را در دست کسی میتونم که خدا و پیغمبر را دوست دارد. حضرت عمر رضی الله عنه میفرمه که هیچ روز ما امارت را دوست نداشتم، ولی امروز دوست داشتم که چون امی کلمه در ایجا بود که آن کسی که خدا و پیغمبر او را دوست دارد، امیدوار هستیم که پیغمبر ما را انتخاب بکنه. صبح که نماز خواندیم گفت چندین بار سر خود پیش کردم که اینه ما در اینجا هستم، ولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را طلب کرد کجا است. گفتیم یا رسول او مریض است، چشمش درد میکنه. گفت صدایش بکنین. آمد و پیغمبر علیه السلام به چشمش دست گذاشت، الله جل جلاله چشمایش را صحت یاب کرد. بعد درش گفت که برو به طرف دشمن. تبیز که وقتی که شمشیر پیغمبر را میگیرد، علم پیغمبر را میگیرد، نوع از بهجت در وجود حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه پیدا میشد که هر آنچه که پیش بیا باید محو شود و نابود شود و در پیش شمشیر از اون کسی تاب مقاومت را نداشت. با این شجاعت که میرد پیغمبر میگه استاد شو علی، لأن يهدي الله بك رجولا واحد خير لك مما تطلع عليه الشمس او خير لك من حمر النعم. علی،
این نکته را بفهم و درک بکن که شمشیر تنها بر زدن نیست. این شمشیر استعمالش به خاطر از است که مردم داخل از دین شو و هدایت پذیرند. به خاطر عزیز، بناهن اگر یک نفر توسط تو هدایت پیدا بکند، داخل اسلام شود، این بهتر است از برای تو از اینکه کل امی افتاو که سر هر چیزی دنیا میوازد از او کده بر بهتر است. و این افتاو نه تنها بسر دنیا بلکه سر مهتاب هم میوازد. دیگه جمعه که خیرون لکه مما من حمر نعم، از شطورای سرخ که امروز کوریزینا است به اصلاح، از او کده بر تو خوبتر است و بهترتر است. پس صفت اول یک مسلمان امیست که دین خود را بفهمد، که هویت دینم امیست که دیگرها را بیارم در ایجا. این دین به من را نمیگه که دیگرها را خارج از دین بکنم، ولی معنی از این را هم نمیده که باز شجاعت را از دست میدیم، هر کتا و بیوتا و هر بیدین هر فاسقی را باز بگن که ولی چی کنیم دیگه. نه، فاسق و فاجر و رذیل و بیدین را که با دین سر و کار نه، در مقابلش با تمام قوت استاده میشن. معنی این گفت می نیست. ما شجاعت هم داریم، خوش شجاعت اخلاقی برش میگم بیا امرای مستاد شو، انشاءالله از مکت خوب استی. ولی اگر در دین دستک زدن را شروع کرد، بعض قاطعانه علیش مقامت هم میکنه. نکته دوم است که به دین دعوت کردن، این صفت است. وقتی که فهمیدیم به دین دعوت بکن، ایتو نمیشه که فعلا افغانستان است. افغانستان فعلا گمانش میکنه که این دین فقط تیکه‌دارای یکشند و مولوی صاحب است. اینمیا باید دعوت بکن، دیگه کس نمیشود. هر بدیم که میشه چون والا صاحب شما چی رقم نمیگوید؟ نه، ایتو نیست. فرد ما و شما مکلفیت داریم که به دین دعوت بکنیم. خصوصیتی از این دین امیست که دیگران برش دعوت بکنیم. الله میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستین، شما بهترین امت هستین. چرا؟ بخاطر که امر بالمعروف میکنین و نهی از منکر میکنین. پس مکلفیت ما تو است که دعوت بکنیم. این دعوت از جان خود شروع میکنیم. اول خود دعوت میکنیم که مسلمان هستی، چرا نام اسلام بد میکنی؟ بدان اعمالت باید صحیح باشد، در جماعت باید باشی و صفاتی که بعدا ذکر میشه او باید در وجود ما شما متبلور شود. خانواده خود دعوت بکنیم، در خانه که زندگی میکنیم اونا را به دین سوق بتیم، اونا را وادار بکنیم که شریعت الله را سر خود تطبیق بکند. ما تو مکلفیت داریم، این واجبه ما تو است. بنان این شهر که با تمام وقاحت در اینجا مردم و زنها میگردند، این شهر در حقیقت نمایندگی از ما تو میکند، نمایندگی از خانه و فامیل ما تو میکند. ما تو مکلفیت داریم که به اولاد خود بگویم، به دختر خود بگویم، به خواهر خود بگویم، به همسر خود بگویم که تو کجا میری و با کدام لباس میری. این لباس است که تو بتن کردی؟ این قواره است که تو جورش کردی؟ تو با چی شکل میری؟ و یکی از استادای ما بود، خداوند متعال او را ببخشه، مولای صاحب صادق الله یرحمه، او میگه که بچه هایم ببینین 40 سال میشه بخاری شریف تدریس میکنم، 7 بارم حج بیت الله رفتیم و شاید انشاءالله تا جایی که من فکر میکنم تو کنم گناه کبیرم نکردیم، ولی باز هم در این 60 چند سالگی اگر کدام دختر بسیار مقبول جرق برق را ببینم، همین چشمه خود به خود به طرفش میرود. و کسی که میگه من کار نمیکنم، گفت دو حالت داره، یا دروغ میگوید، اصف خود به زور صوفی و متقی و پرهیزگار جور میکنه، و یا ایزک است، یه هیچ مرد نیست و خدا شاید از کمتر است. پس وقتی که ما تو از فامیل خود باید دعوت شروع